بودجه 99 تقدیم بودجه کل کشور برای سال 99 تقدیم مجلس شد. بر اساس این لایحه سقف کل در سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان است. از این رقم 1483 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 484 هزار میلیارد تومان به عنوان هزینه عمومی دولت در نظر گرفته شده. تیم اقتصادی رئیس جمهور میگن اقتصاد سال آینده رو بر پایه درآمدهای غیر نفتی ترسیم کردن و برنامه دولت بر اینه که مالیات‌ها رو بیشتر کنه. هرچند پیش بینی کرده که 10 تا 12 میلیارد دلار از محل صادرات نفتی درآمد داشته باشه. چطوری؟ سازمان برنامه بودجه مبلغ فروش نفت رو برای سال آینده بین 50 تا 54 دلار در هر بشکه تخمین زده. اگر هدف دولت برای تامین 12 میلیارد دلار از درآمدهاش از این راه رو ملاک قرار بدیم، پس ایران باید روزانه 700 تا 800 هزار بشکه نفت صادر کنه. رقمی که به نظر کارشناسا واقع بینانه نیست، چون همین الان ایران رسما کمتر از 200 هزار بشکه در روز صادر میکنه و بخشی هم که در بازار سیاه به اصطلاح به فروش میرسه قطعا بسیار پایین تر از قیمت جهانیه. همین پیش بینی خوشبینانه اقتصاددان ها رو به این نتیجه رسونده که سال آینده احتمالاً دلار گرانتر خواهد شد و ریال بی‌ارزش‌تر، چون مشخص نیست با توجه به وضع اقتصادی کشور درآمدهای مالیاتی هم در واقع چقدر قابل وصول باشند. در خصوص دو نرخی شدن نرخ ارز هم با اینکه رئیس جمهور صراحتاً گفته که ارز دو نرخی فسادآوره، اما کماکان در بر روی همون پاشنه میچرخه. کالاهای اساسی قراره به نرخ 4200 تومان محاسبه بشه و نرخ ارز نیمایی هم 8000 تا 8500 تومان. در کنار این آمار و ارقام چه بر سر یارانه ها و طرح‌های معیشتی میاد؟ با اینکه قراره 15% به حقوق ها اضافه بشه، اما افزایش تورم به گفته کارشناسا حداقل به 20% اضافه حقوق نیاز داره. تازه اون هم با توجه به تورم سال جاری، نه سالی که قراره بیاد. در سوی دیگه به رغم افزایش یارانه ها باز هم شیب تورم در حدیه که مردم با این حقوق اندک جوابگو نیستن. حقوق ثابت کارمندان که برای کارمندان ما، کارگران ما بسیار سخت خواهد بود، در سال آینده هم انشاءالله 15% افزایش میدیم. در لایحه بودجه 99 همچنین قرار 6000 میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و 2000 میلیارد تومان برای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان اختصاص پیدا کنه. سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران هم به ماهی 3 میلیون تومان برسه. برعکس اونچه که آمریکایی‌ها فکر می‌کردن که با فشار تحریم اقتصاد ما را دچار مشکل می‌کنند، هرچه است به گفته روحانی اقتصاد منهای نفت قرار آمریکایی‌ها را از ادامه تحریم‌ها ناامید کنه. البته او امروز در صحن علنی مجلس به چتر حمایتی مسکو هم اشاره کرده که 5 میلیارد دلار وام از روس‌ها به کمک بودجه ایران آمده. 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری روسیه در ایران که 2 میلیارد خورده‌ای قبلا نهایی شده و داره. مفاد مختلف لایحه عریض و طویل بودجه 99 بحث داغ روزهای آینده رسانه‌ها و گزارش‌های خبریه. اما یه موضوع کاملا از همین الان واضحه. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده سال آینده بودجه ایران با کسری 37 میلیارد دلاری مواجه میشه که این رقم بیش از 8% کل تولید ناخالص داخلی کشوره. حالا سوال اینجاست با افزایش 25% بودجه و به رغم کاهش دست کم 40% فروش نفت، آیا اجرای سیاست‌های دولت محقق میشه یا باز فشار اقتصادی بیشتر به اقشار مختلف جامعه وارد میشه؟ مجده یزدانی، اتاق خبر.